سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال گنجینه بیوگرافی. با یک ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از آخرین خبر از وضعیت جسمی ترانه علی دوستی و نگاهی به زندگی این هنرمند. او به دلیل بیماری ناشناخته در بیمارستان بستری شده و حالش رو به وخامت هست. با من همراه باشید. مادر ترانه علی دوستی درباره آخرین خبر از وضعیت سلامتی دختری صحبت کرد و از مردم خواست که برای ترانه دعا کنند. خبرهای زیادی درباره ترانه و حال وخیمش این روزها باعث ناراحتی و نگرانی بسیاری از طرفدارانش و مردم شده. شایعه هایی که مشخص شد واقعیت دارند و ترانه در بیمارستان بستریه. ترانه مدتی است که درگیر یک بیماری ناشناخته شده و رسانه ها هم چندین بار خبر از بستری شدن اون در بیمارستان دادن. ترانه علی دوستی در بیمارستان های کسرا و رازی تهران بستری شده و دلیل این اتفاق هم یک بیماری ناشناخته و عجیبه که مدتی حالش خوبه و خبری از بیماری نیست، ولی دوباره علائم این بیماری با شدت بیشتری برمیگرده و ترانه رو راهی بیمارستان میکنه. یکی از پرستارهای بیمارستان درباره حال بد ترانه و فریادهای اون روی تخت بیمارستان صحبت کرده و گفته بدن ترانه به شدت قرمز و متورم شده. سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف این اتفاق و بیماری ترانه را مرتبط با بیماری کلاستروفوبیا می‌دانند. بیماری که مدت‌هاست ترانه را درگیر خودش کرده. یعنی از جاهای تنگ مثل آسانسور، مترو و اتوبوس فوبیای شدید داره و تحت نظر پزشک بوده. حالا اینکه چقدر این بیماری ناشناخته با اون بیماری قبلی ترانه همخونی داره هم جای سواله. مادر ترانه، خانم نادره حکیم‌اللهی که یکی از مجسمه‌سازان معروف کشورمون هستن، با انتشار پستی در فضای مجازی با مخاطبانش رو صحبت کردن و درباره آخرین وضعیت جسمی ترانه پاسخ دادن. ایشون گفتن این سوال تکراری که همه شما رو نگران کرده که ترانه حالش خوبه جواب میدم. فقط برای اینکه آروم بشید، چون منم این سوال رو داشتم و امروز آروم شدم و حالش الان خوبه. خدا رو شکر. خوب نبوده ولی خوبه و براش دعا کنید. بیماری سخته و به خصوص که منشأش مشخص نیست. و من از تمام دوستانش و طرفدارانش میخوام که براش دعا کنن، انرژی های مثبت بفرستن براش و براش عشق بفرستن. میدونم که خیلی هاتون دوستش دارید و خیلی محبوبه بین همتون. عشق بفرستید، براش دعاش کنید. منم خیلی نگران بودم و خدا رو شکر از نگرانی در اومدم و چون حال خیلی از طرفدارانش رو میفهمم خواستم بهتون اطلاع بدم. ترانه بازیگر مشهور و محبوب کشورمون 22 دی ماه 1362 در تهران متولد شده. مادرش نادره حکیم‌اللهی مجسمه ساز و پدرش حمید علی دوستی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایرانه. ترانه در واکنش به اتفاقات 1401 و در پی انتشار عکس بدون حجاب در صفحه اینستاگرامش و دستگیری اون در 14 دی ماه 401 با وثیقه 1 میلیاردی از زندان اوین آزاد شد. اما عکس‌های اون بعد از آزادی از زندان در شبکه‌های اجتماعی به شدت وایرال شد و او باز هم در بین دوستان و همکارانش بدون حجاب ظاهر شد. تا اینجای ویدیو لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله ویدیوها رو روشن کنید. ترانه علی دوستی زمانی که مشغول بازی در فیلم چهارشنبه سوری بود، نام این فیلم در سرنوشت اون تأثیر زیادی گذاشت. و سر فیلم برداری خبر درگذشت برادرش بر اثر انفجار مواد محترقه رو شنید. پویان علی دوستی برادر ترانه که به گفته پدر و مادرش پسر سرسخت و شیطونی بود، اما سرانجام در روز چهارشنبه سوری با یک غفلت خانوادش رو داغدار کرد و شرایط سختی برای خانواده علی دوستی رقم خورد. ترانه در مصاحبه‌های گفته بود این داغی نیست که بشه باهاش کنار اومد. حمید علی دوستی پدر ترانه هم گفت که هرگز نتونستن با مرگ پسرشون کنار بیان و قبول کنند و نمیتونن هیچ جمله‌ای برای بیان این غم بزرگ داشته باشن. ترانه گفته
بعد اون اتفاق همه چیز توی زندگیم عوض شد. پدر مادرم از هم جدا زندگی میکنن و هر دو آدمهای متفاوتی شدن. پدرم کاملا شکسته شد. این اتفاق در چهارشنبه سوری سال 1383 برای خانواده علی دوستی رخ داد و پویان متاسفانه از دنیا رفت. ترانه در سال 1390 در سن 26 سالگی با شخصی به نام علی منصور ازدواج کرد و یک دختر به نام حنا داره. همسر ترانه علی دوستی تجربه بازیگری هم داره. ترانه در دوران راهنمایی 2 سال در هنرستان در کنار درسش در رشته موسیقی هم تحصیل کرد و نحوه زدن پیانو رو آموخت. اون در دبیرستان زمانی که مشغول رشته تجربی بود در کلاس‌های بازیگری امین تاروخ ثبت نام کرد و برای بازی در فیلم من ترانه 15 سال دارم از طریق همین کلاس‌ها انتخاب شد و با بازی در این فیلم وقفه‌ای در درس و تحصیلش افتاد که سرانجام در رشته کامپیوتر دیپلم گرفت. با بازی در این فیلم تونست جایزه سیمرغ بلورین 20th جشنواره فجر، جایزه نقل زرین از 3rd جشنواره اجتماعی آبادان و جایزه منتقدین رو دریافت کنه. ترانه کار مترجمی هم انجام میده و تاکنون 3 کتاب هم ترجمه کرده. اون از بین 3-6 سالگیش رو به دلیل حضور پدرش در لیگ‌های فوتبال آلمان توی این کشور زندگی کرده و به همین خاطر زبان آلمانی رو هم خیلی عالی آموخت. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین و با لایک ها و کامنت هاتون از من حمایت میکنین.